سلاح‌های خود را در قبال گرفتن حفاظت به آمریکایی‌ها تحویل دادند و اکنون نقض قول و قرارها شده و نقض قوانین حقوق بشر بین‌المللی. راز مرا می برد و می چرخان و در یک نقطه روشن توقف کرد و مشعل گشت و نورش مست و محور کرد و چون خورشید در پیشم مرا پروانستان مجذوب خود می کرد. روز پیروزی خلق ایران فرا میرسد، روز پیروزی خلق ایران فرا میرسد. زین سیاه شب تار وطن را رها می کنیم، زین سیاه شب وطن را رها می کنیم. شور این رهایی به گوش سما می رسد، شور این رهایی به گوش سما می رسد. در تحصن هموطنانمون در واشنگتن که با حضور شخصیت‌هایی مثل پهلوان مسلم اسکندر فیلابی مسئول کمیسیون ورزش شورای ملی مقاومت ایران ادامه داره، ایرانیان آزاده خواستار پایان فوری محاصره شهر اشرف شدند. بابک اما رای دیگر داشت، کشتی اندیشه در دریای دیگر داشت، در نگاهش مرگ آسان می‌نمود اما زندگی در باورش معنای دیگر داشت، تن میان جمع و دل در جای دیگر داشت، زیر لب نجوای دیگر داشت. زنده باید بود و شادی کرد، مامبوم خیش را باید نگهبان بود با پیام راستی.
با مردم است رادی. استمرار تحصن و به طور خاص اعتصاب غذای هموطنانمون، اون هم روبروی کاخ سفید، چشم هر ناظر بیرونی رو خیره میکنه. ایرانیان دور از وطن، خانه و کار و شغل و در یک کلام همه زندگی روزانه خودشون رو کنار گذاشتن تا ندای مظلومیت اشرفی ها رو به گوش جهانیان برسونن. درود میفرستیم به عزم و اراده میهنی همه اونها. فکر میکنم بی جهت هم نیست که این تظاهرات به طور گسترده مورد توجه رسانه های خبری کشورهای مختلف جهان قرار گرفته. روزنامه لس آنجلس تایمز در آمریکا، خبرگزاری فرانسه، رادیو فرانسه، همینطور رادیو مونته کارلو و روزنامه قدس در فلسطین شماری از این رسانه ها هستند. لس آنجلس تایمز: حدود 100 ایرانی آمریکایی از زمان حمله به اشرف اقدام به برگزاری یک شب زنده‌داری در مقابل کاخ سفید کردند و بیش از 35 نفر از آنها در اعتراض به حمله عراقیان در اعتصاب غذا به سر می‌برند. رادیو فرانسه: تحصن و اعتصاب حدود 100 تن از اعضا و هواداران این سازمان به دنبال یورش نیروهای نظامی عراق به پایگاه اشرف در ماه گذشته میلادی آغاز شد. برخی از این افراد اکنون 15 روز است که در اعتصاب قضا به سر میبرند. اعتصاب کنندگان خواستار پذیرش تعهد حفظ امنیت اعضا و هواداران این سازمان در اردوگاه اشرف از سوی نیروهای آمریکا هستند. رادیو مونت کارلو: اعتراض کنندگان در واشنگتن گفتند اعتصاب قضا همچنین در لندن و برلین و استکهلم به طور خاص برقرار است. آخرین حرکت مشابهی که هواداران مجاهدین خلق به آن اقدام کردند به سال 2003 در اوورسوواز فرانسه برمیگردد، جایی که برای آزادی مریم رجوی دست به اعتصاب غذا زدند. القدس فلسطین: محبوبه اعتمادی که از 15 روز پیش دست به اعتصاب غذا زده و دخترش ساکن قرارگاه اشرف است تاکید کرد ایالات متحده حفاظت اشرف را به دولت عراق منتقل کرد و ما نمیتوانیم به رهبران عراق اعتماد کنیم، زیرا که آنها مانند عروسک خیمه شبازی در دست رژیم ایران هستند. در لس آنجلس هم تظاهرات هموطنانمون در حمایت از شهر اشرف ادامه پیدا کرد. اونها ضمن افشای جنایت‌های مزدوران رژیم علیه اشرفی‌های بی‌سلاح، خطاب به رئیس جمهور آمریکا تاکید کردند که مشاهده قتل عام ساکنان اشرف رو بس کنید. از آمریکا به کانادا میریم و تصاویری رو از ادامه تظاهرات و اعتصاب غذای ایرانیان هموطن در اتاوای کانادا با هم میبینیم. USA! USA!
We shall win! Viva, viva, Ashraf! We shall fight! We shall win! Viva, viva, Ashraf! USA in action! هموطنانمون توی این تظاهرات به دنبال تضمین حفاظت شهر اشرف طبق قوانین بین المللی هستند. خبرهای تازه ترین حمایتهای بین المللی از اشرف هم به اطلاع اونها رسونده شد.